سلام به خالق هستی بخش و نام یاد خدای بخشنده و مهربان. عزیزان بیننده سلام، آرزو میکنم که در هر جایی که هستین جور و سردمن باشین با ذکر یا حی یا قیوم، ای پاینده و ای زنده. برنامه امروز آغاز میکنیم. امیدوار هستیم که در هر جایی که هستین سلامت، پیروز و موفق باشین و بیننده برنامه خودتان روشنا. خواهران و برادران عزیز، خوش آمدید میگم به یک یک شما عزیزان. امروز برنامه روشنا را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و اما یک سوال بسیار بسیار مهم دارم از یک یک شما عزیزان. بله، شما عزیزان بینندهی که همیشه در زندگیتان به دنبال موفقیت ها بودین، تلاش کردین، زحمت کشیدین، کار و تلاش زیادی انجام دادین، اما بسیار وقتا میبینین که شکست خوردین یا ناکام ماندین. آیا فکر کردین که دلیل او چی است؟ آیا فکر کردین که چقدر زحمت کشیدین، چقدر کار کردین و زحمت کشیدین و تلاش کردین آخه به نتیجه نرسیدین، به اون چیزی که میخواستین نرسیدین؟ بله، حتما میگین که هدفهای ما زیاد معلوم و روشن نبوده. بله، حتما میگین که اوقدر توانایی و به هر حال تلاشی که زیاد باید انجام میدادیم ندادیم. دیگه ای که حتما میگین که به هر حال او مسیر راهی که انتخاب کردیم صحیح نبوده. بله، تمام این مسائلهایی که شما میگین همگی صحیح هست، اما یکی از عامل مهمی که در زندگی باعث میشه که ما همیشه موفق باشیم، باعث میشه که ما همیشه در زندگی خود ما باعث شود که همه هدفهای ما به او رسیدگی شود و برسیم، یک مورد بسیار مهم است و او هم مشورت هست. شما چقدر در زندگی خودتان مشورت دارین؟ بیننده های خوب، بله، شما خواهر و برادرای عزیز، شما جوانای عزیز، میفهمم که همیشه وقتی که ما به زندگی خود دچار مشکلات میشیم یا در انتخابهای خود ما دودل میشیم نیاز به مشورت داریم. اگر خود رأی باشیم و اگر خود محور باشیم، مطمئن باشیم که دچار ناکامی ها و شکست ها در زندگی خود میشیم. پس متوجه شدیم که موضوع امروز برنامه ما چی هست. در انتظار کارشناس محترم برنامه هم هستیم، ازشان دعوت میکنیم به استودیو که تشریف بیارن و امروز و گفتگوی خود ما را تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا، مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جستو چه جوییم و جستو که را خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا، لحظات من را قرین رحمت
و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. بله، ما مثل همیشه برای شما عزیزان میگیم که با ما در ارتباط باشین. میتونین انتقادات، پیشنهادات، پیام، سوال، هر گپی که دارین با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی ما مثبت 964-780-255-40-13. بسیار خوش میشیم که از این طریق با ما در ارتباط باشین. و اما موضوع برنامه، بله، مشورت کردن و اینکه چقدر میتونه در زندگی ما اهمیت داشته باشه و چقدر فواید داره، موضوعات است که امروز میخواییم که با خواهر خوب، با خانم دکتر بیانی که در رسید و تشریف آوردن، صحبت و گفتگو کنیم. سلام خانم بیانی عزیز و خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم ظهوری، مجری خوب برنامه روشنا، و همینطور همه بینندگان برنامه روشنا. بسیار عالی، تشکر میکنیم و خوشحال هستیم. اما میخوایم با یک حکایت بسیار کوتاه شروع کنم موضوع خان بیانی و بیننده های خوب ما. یک روز بوده یک بچه که دست خود در داخل یک گلدان کردم، یک گلدان بسیار قیمتی، دست خود در درون از او داخل کرده و دست از او دیگه بیرون نمی آمده، از داخل از او گلدانی که بسیار قیمتی بوده. حالا پدر از او هرچی که برش میگه که خب بچه دست تا باز کو که دست در داخل گلدان برایه. او بچه میگه نه، من این کارا نمیکنم. حالا هرچی که پدرش میگه خب چرا بچه‌م نمیتونی؟ میگه من میفهمم که اگه دستم باز کنم دستم داخل گلدان میبره، ولی نمیکنم این کارا. میگن خب چرا این کارا نمیکنی؟ میگه به خاطر از اینکه در داخل دست ما یک پیسه و یک سکه گرفتیم. اگر من دست خود باز کنم، هو سکه، او سکه و او پیسه بیفته داخل گلدان. یعنی ما به این نتیجه میرسیم که ما چقدر به خاطر از این که به دست بیاریم یک چیزای بسیار خرد و بی‌ارزش، یک چیزای کلان از دست میدیم، و این به خاطر همو نداشتن مشورت کردن هست یا خودرایی هست که خود ما فکر میکنیم که به نظر خود ما این کاری که ما میکنیم این کار شاید ارزشش زیادتر باشه، در حالی که میبینیم که او بی‌ارزش هست و چیزی به دست نمیآید. حالا خانم بیانی، ما در شروع برنامه میخواییم که یک توضیح و یک برحال مشورت بر ما و بیننده های عزیز ما تعریف کنیم، ببینیم مشورت یعنی چی؟ بله، ما او چیزی که در برنامه ها پیگیری میکنیم و بارها هم تکرار کردیم است که برنامه های ما فقط یک توجهی است در اون وضعیتی که در او قرار داریم. بله. یعنی ما و شما بارها مشورت کردیم، بینندگان برنامه بارها مشورت انجام دادن، اما شاید که ایران ندانند که امی مشورت به چه معنا است یا ای که دقیق تر نشده باشند. در برنامه های قبل تر هم وقتی که درباره واژه هایی که خصوصا واژه عربی هستند صحبت کردیم، از این گفتیم که یک کاری که میتونیم انجام بدیم برای این که معنای کلمات دقیق تر متوجه شویم این است که به معنای لغوی او واژه مراجعه کنیم. درست. اما کلمه را در کتاب لغت سرچ کنیم. بله بله. آلی که امکانات سرچ هم هست و شما میتونید که در امو تبلیتی که دارید در امو فضای مجازی براحتی همین سرچ انجام بدید. مشوره، مشاوره و شورا از یک حرف حروف اصلی تشکیل شده، از مصدر شور است. وقتی که باز در کتاب لغت عربی مراجعه میکنیم، یک معنای بسیار زیبا برای شور وجود داره که بسیار متناسب است با همین مشورتی که ما فعلا رو استفاده میکنیم. شور به این معنا است که وقتی که عرب میخواهد که از کندوی زنبور عسل عسل برداشت کنه، میگه که شور کردم. شور یعنی برداشتن عسل شور است. و مشورت هم از همین
ریشه بله گرفته شده. پس وقتی که ما مشوره میکنیم میتونیم بگوییم که میخواییم که عسل برداشت کنیم، یعنی یک تون یک نتیجه بسیار بله، خوب و عالی بله. داره. عسل چی است؟ عسل یک ماده غذایی است که در تمام فرهنگ هایی که از گذشته بوده و تا اکنون یک ماده غذایی بسیار ارزشمند است و ماندگاری او هم بسیار بالا است. یعنی وقتی که ما مشوره انجام میدیم اگر در معنای خود همین لغت و همین کلمه توجه کنیم میبینیم که یک معنای بسیار زیبا داره. باز وقتی که ما کلمه مشوره تا بین خود استفاده میکنیم و استعمال میکنیم، اینجی عموما مراد ما است که وقتی که ما نمیتونیم که یک تصمیم بگیریم به تنهایی، احساس نیاز میکنیم که یک نفر دیگه ما رو کمک کنه. بله. با هم فکری میکنیم و یک نتیجه خوب بله. یعنی یک عسل بله. تولید میشه با همی هم فکری ما، با همی هم افزایی ما، با همی که خرد و دانش و تجربه دیگری رو به خدمت میگیریم برای حل مسئله، همی عسل برداشت میکنیم. بسیار عالی. پس معنی که بین ما رایج است با معنی لغوی مشوره بسیار بسیار هماهنگ است. و میگن که شما اگر که آمدید که رأی صحیح استخراج کردید، یعنی مشوره کردید. بله. رأی صحیح چی است؟ یا بگویم که صحیح ترین رأی، به خاطر ای که ما هم ممکن است که یک نظر داشته باشیم. بله. یک بسیاری از خانم ها میپرسن که ما در یک خانه میخوایم کرایه کنیم، این خانه از ما اولیدار باشه یا نه، در یک بلند منزل باشه. یک وضعیتی است که یک زن باید که انتخاب کنه، تصمیم بگیره. خب ما شاید که یک نفر بگوی اولیدار باشه بسیار خوب است، بچه های اسمو بازی میکنن، یک فضای بهتر داره. خب یک نفر دیگه باز میگه دمو میگه که خب اگر که تو فرض کنید یک وظیفه داری و در نزدیک وظیفه از تو خانه بلند منزل است، یک وضعیتی است که او باید تصمیم بگیره بین راه دور و یک خانه اولیدار یا نه یک بلند منزلی که نزدیک وظیفه است. چون هر دوتای این شرایط یک شرایطی است که خوبی داره و بدی داره. پس اگر که هر کدام از اونها میتونه که یک رأی و نظر خوب باشه، یک فوایدی داشته باشه، اما اینکه کدام یکی از این دو برای ما بهترین است، شاید نیاز داشته باشیم که از دیگرانی که امی وضعیت مشابه تجربه کردن کمک بگیریم. بله. یعنی یک نفری که مثلا در اون سر وظیفه همکار ما است، با او مشوره کنیم. بیانه با بزرگتر از خود مشوره کنیم. پس با دیگرانی که در وضعیت مشابه هستن، خصوصا امی وضعیت مشابه بسیار مهم است، به خاطر ای که او هم باید از زاویه از ما در اون مسئله نگاه کنه، مسئله ما رو داشته باشه. در امی مسئله ببینید که وقتی که ما مشوره میکنم، فرض کنید من 4 طفل دارم و مرو مشوره میکنم با همکار اسما که اش طفل نداره. آه دیگر. پس باید وجه مشابه بله داشته باشیم. بله. تا جایی که میتونیم باید که امی وجوه مشابهت ما بیشتر و بیشتر باشه. برای که میخواییم که او همدلانه با ما مشوره بده. بله. و خب پس بنابراین چیزی که عموما ما استفاده کردیم و تا به حال هم داشتیم، اما شاید نیاز باشه که دوباره تکرار کنیم و دوباره یادآوری کنیم اهمیت، ارزش، ضرورت و همینطور فواید این کار را. و البته در کنار امی باید یک مسئله دیگه که شما بسیار خوب اشاره کردید با همون تمثیلی که گفتید، این که مشوره یک چیز است اما انجام او چیز دیگر است. بله. یعنی که اما طفل شاید میفهمه که مشوره بزرگتر مشوره خوبی است. یا نه، من میفهمم که مشوره ای که با یک فردی که خیر و صلاح مرا میخواید. بله. و نظر او نظر خوب است، اما پذیرش مشوره چیز دیگر است. ما ایره یعنی هم پذیرش یعنی از طرف کسی که مشورت میشه دیگه. بله بله. من مثلا برفرد من نیاز به مشورت دارم. بله. کسی به من مشورت میکنم، من باید پذیرش داشته باشم. بله بله. به خاطری که گیوغاد است که ما میفهمیم که نظر امو طرفی که به ما مشوره میدن نظر مناسب است. بله. اما انجام نمیدیم.
ای است که بسیاری اوقات امی اتفاق می افته درست. و ما باید تلاش کنیم که این مسئله در زیل بحث‌های مختلفی که در زمینه پذیرش دیگری، چون که امی ما انسان است، امی ما خود خوره کاملترین بهترین بله. و متاسفانه خب دقیقاً. خود رأیی داره بله. و امی که بفهمیم که پذیرش دیگری به معنای نفی از خود از ما نیست، به معنای کنار گذاشتن خود از ما نیست، بلکه اتفاقا میتونه که زمینه باشه، تسهیلگر باشه برای که ما پله های موفقیت را انشاءالله که پیش پیش ببریم. ببریم. بله، بسیار اهمیت داره. اگه انسان هر چقدرم که عاقل باشه، هر چقدرم بله. که خردمند باشه، هر چقدرم که توانایی داشته باشه، بازم نیاز از این هست که بتونه از تجربیات دیگرها استفاده کنه، از نظریات دیگرها استفاده کنه، چون زاویه دید هر کس فرق میکنه. بله. درست، مثلا یک نفر یک زاویه دید خاص دیگه داره، یک نفر یک تجربه داره، یک نفر یک ایده داره. و این واقعا من خودم در زندگی خودم تجربه کردیم که بسیار میتونه اهمیت داشته باشه اینکه انسان بتونه مشورت کنه، گفتگو کنه، از نظرات و ایده های دیگر را استفاده کنه. و متاسفانه مطمئنن کسایی که خود محور باشن او مطمئنن نمیتونن به اهداف خودشون برسن. بله. و باید پذیرش داشته باشن. بله. یک روایت بسیار اهمیت زیبا است از امام رضا علیه السلام که میفرمایند که مشورت نیمی از خرد است. یعنی اگر انسان وقتی که میخواد خود خورا، اگر انسان عاقل بدانه، چون کسی که ما خود رأی هستیم به خاطری که فکر میکنیم نظر ما کامل ترین نظر است. ما به دیگران و نظر اونها توجه نمی کنیم چون فکر میکنیم که ما عقل کل هستیم. اما حضرت میفرمایند که مشورت است. یعنی کسی که مشوره میکنه، یعنی که نیمی از خرد ورزی و عاقل بودن را داره. و باز همینجا باید توجه بدیم که ما روایات زیادی داریم درباره ای که خرد چی است. وقتی که حضرت میفرمایند که مشورت نیمی از خرد است، نه ای که ما خرد را یک بسته در نظر بگیریم و او را نصف کنیم، بلکه باز وقتی که مراجعه میکنیم به زبان عرب میفهمیم که این نشانه اهمیت مشورت است. یعنی اگر یک نفر میخواهد که در جرگه خردمندان و عقلا قرار بگیره، این ویژگی را باید داشته باشه، باید مشورت کنه. بله. و وقتی که ما ببینیم، ما رو بسنجیم، خود خوره و همینطور اطرافیان خوره، ببینیم کدام افراد هستند که اهل مشورت هستند. البته که ما خواهیم گفت که این مشورت به این معنی نیست که شما خواستید آب بخورید مشورت کنید. یعنی باید یک مسئله باشه، یک مسئله ای که خود شما به تنهایی نتوانید را حل کنید، آیایی که یک فوریتی وجود داشته باشه، یک مسئله باشه که احتیاجی به ای داشته باشه که شما در همین لحظه تصمیم بگیرید. بله. ما خدای نکرده فرض کنید که اگر اتفاقی رخ داده و یک حادثه ترافیکی اتفاق بله. افتاده، میخواهی که یک عملیات شوه برای یک از عزیزان ما. خواهی یک وضعیتی است که ما نمیتونیم که قبل از او در او وضعیت نبودیم و باید که تصمیم بگیریم. همینجا نیاز است که سریعا از نظر یک متخصص، فردی که نسبت به امو قضیه آگاهی داره، نظر او را بگیریم. پس مشوره چیزی است که به نظر میاد که اگر داشته باشیم میتونیم که کمترین آسیب ها را داشته باشیم. ای که ضروری است یا نه، اهمیت است. بله. بله. یک اهمیت است و ای که برای زندگی ما و برای امی شرایطی که داریم بسیار پر اهمیت است. شاید در اهمیت او هیچ تردیدی نباشد. ای که ما برای ای که تجربه نکنیم سختی هایی که دیگران کشیدن. بله. چون پدرها و مادرهای ما ممکن است که شرایط بسیار سختی را تجربه کرده باشند. خب ما نمیخواهیم که او شرایط تجربه کنیم. و یا نه، پدرکلان و مادرکلان ما شاید شرایط بسیار خوبه داشتند، چه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، درست. فرهنگی بله. و همینطور. خب چقدر خوب است که ما کمک بگیریم و راه اونها را بریم. یکی از مواردی که باعث میشه اهمیت و ضرورت مشوره برای ما آشکار شوه و واضح شوه، همین مسئله است که ببینید ما یک وضعیتی داریم. مثلا من یک نفر هستم، یک انسان
یک مادر یک نفری که سر وظیفه مرا و همینطور دختر یک خانواده، یعنی یک وضعیت بله فعلی دارم درست و من میخوایم که در یک وضعیت دیگه که او میتونه هدف ما باشه از زندگی در از طرف اما هدف اما طور پیش برون. پیش برون. بله خب ببینید که پس یک وضعیت مطلوب، یک وضعیتی که خواسته ما است، ممکن است که به لحاظ وظیفه نگاه ما باشه که خود ترقی پیدا کنم، ممکن است که در نقش مادری که دارم و هدف ما باشه که فرزندان ما بهترین وضعیت داشته باشن، چی به لحاظ تربیت، چی به لحاظ تحصیل، چی به لحاظ اجتماعی و همینطور خانوادگی و اینها. و وقتی که ما یک دختر یک خانواده هستم، تمام تلاش ما است که در آینده همینطور که پیش مروم در کنار وظیفه، در کنار خانواده از خود ما نسبت به پدر و مادر خوب وظایف را انجام بدم. درست. یعنی یک وضعیت آینده مطلوب بله. بر هر نفر قابل تصور است. یک نفر است میگه که آینده ما یک سال دیگه است، یک نفر است میگه که ما 5 سال دیگه خوره میبینم، یک نفر است میگه ما 10 سال دیگه خوره میخوایم ببینیم، یعنی به خاطر او 10 سال یا 5 سال برنامه ریزی کرده. بله بله. یک نفر دیگه است میگه که من علاوه بر زندگی دنیایی مسلمان استم، باور دارم به اینکه یک زندگی طولانی و ابدی بله. در انتظار ما است، حتی برای اونجا برنامه بله، ریزی کرده. آره پس بنابراین انسان چی اگر که نگاه او 1 ساله باشه، چون نگاه او 5 ساله باشه یا نه نگاه او اگر نگاه ابدی باشه باید برنامه بریزه و هرچه که این برنامه او باید طولانی تر باشه بله. نیاز است که تصمیم هایی که میگیره تصمیم های دقیق تری باشه، چون اگر یک بار باشه که ما بگیم که من در یک خانه مورم فردا دیگه پس در اونجا بر نمیگردم، بله. خب نیاز شاید در فکر زیادی نداشته باشه، میریم 24 ساعت ما تیر میشه باز به امی براییم. اما اگر نگاه مایی باشه که ما ماندنی هستیم، تصمیم ما، برنامه ریزی ما باید دقیق تر باشه. بله. پس هرچی که باز نیاز باشه که تصمیم یک تصمیم جدی تر باشه، درست. نیاز است که من نسبت به او تصمیم یک وظایفی دارم، او وظایف خود را انجام بدم. درست. یکی از اونهایی است که از تجربه دیگران استفاده کنم. بله. چون اگر که من گمان میکنم که عمر طبیعی از من 60 70 80 90 سال است، اما بله. ادامه داره این زندگی در می 60 70 80 90 و 100 یا شعر اما عمری که بله بله. خداوند قرار میده، باید بتانم که بهترین تصمیم ها را بگیرم و اون بعد از تجربه دیگران بله. استفاده کنم. خود چطور استفاده میکنیم؟ ای که چطور استفاده کنیم بانیم بعد از یک بله. برنامه. بله خب میار برنامه آماده نشت هست، تقدیم شما عزیزان میکنیم و بعد از او همچنان بیننده برنامه باشین. گرچه خستم دل شکستم، باز هم گشودم دری بروی انتظار، تا بگویمت هنوز هم با آن صدای آشنا امید بستم. ای تو صاحب زمان، ای تو صاحب زمین، دل جدا ز یاد تو آشیانه خراب و بی صفاست. کوچه باغ سینم ای گل محمدی، بطر نامت آشناست. آن که در پی تو نیست کیست؟ آن که بی بهانه تو زنده است در کجاست؟ ای کرامت وجود، باد قربتی که میوزد به کوچه های بی تو، بوی مرگ میدهد، بوی خستگی، افسردگی. کوچه ها در انتظار یک نسیم روح بخش، یک پیام آشنا و دلنواز سینه را گشودند.
کوچه های ما همیشه عاشق تو بودن. ای کبوتر دلم هوایی محبتت، سینم سرشار از غم است، اگر هزار کوه غم رسد هنوز هم کم است. از درون سینم ناله های مرغ خسته‌ای به گوش می رسد، بالهای زخمیم نیازمند مرهم است. صبحگاه جمعه ها آفتاب یاد تو از نطبه های ما طلوع می کند. ای بهانه ای برای زیستن، اشتیاق همچون سبزه بهاری هر طرف دمیده است. ای بهار جاودان، ای بهار آفرین، ما در انتظار مقدم توییم، ای امید آخرین. یا صاحب الزمان، عزیزان بیننده، باز هم همراه شما عزیزان هستیم و با برنامه روشنا شما همراه و همگام هستین. قبل از اینکه ما میان برنامه را ببینیم، همراه شما عزیزان صحبتی داشتیم در رابطه به این که بله، از تجارب دیگران و از رأی و نظر دیگران اگر ما استفاده کنیم میتونیم به موفقیت ها و پیشرفت های زندگی برسیم. بله، بسیاری از دانشمندان و اینکه صنعت و تکنولوژی وقتی که پیشرفت کرده میبینیم همه به خاطر از این بوده که همه هم رأی بودن، هم نظر بودن و تجربه همدیگه استفاده کردن تا توانستن که صنعت و پیشرفت و تکنولوژی را ایجاد کنن. اما میپردازیم به ادامه صحبت ها با خواهر خوم خانم بیانی. خب خانم بیانی، گفتیم که از تجربه دیگر را باید استفاده کنیم، درست است؟ بله. خب چه قسم و چگونه؟ بله، که ما در معرض تجربه دیگران چطور میتونیم قرار بگیریم؟ روش های مختلفی وجود داره. یک بار است با کتاب خواندن است. اما چیزی که ما میخواییم در این برنامه ها انشاءالله با هم صحبت کنیم، مشورت کردن است. چون مشورت یک بار است که این نفر میگوید که خب من کتاب میخوانم، کافی است. من در منبر شرکت میکنم، کافی است. یک نفر میگه که من امی که گوش میگیرم، کافی است برای من. اما ما میخواییم بگوییم که چون مسئله ما یک مسئله فردی است، پس باید مشورت ما متناسب با اون مسئله باشه. و فردی که ما با او مشوره میگیریم از او باید نسبت به مسئله ما شناخت داشته باشه. انشاءالله باز در جلسات بعدتر درباره که با کی مشوره کنیم، این که در چه مسئله هایی میتونیم مشوره کنیم، انشاءالله صحبت میکنیم. ما گفتیم که چون هدف ما در زندگی یک هدف، نگاه ما به زندگی است که زندگی ابدی است، ادامه داره. و چون برای ما مهم است که به هدف از خود خوب برسیم، به عنوان یک انسانی که دیندار هستیم، باید مشوره کنیم. و باز علت دیگه ای که برای مشوره اهمیت بله. مشوره ما میتونیم برمشموریم که او را هم فکر میکنم که چند دقیقه درباره او صحبت کردیم، ای که ما در وضعیتی قرار میگیریم که او وضعیت یک دفعگی است و ما برای او فکر نکردیم، اینجا هم مشوره میگیریم. اما دیگه کجا مشوره میگیریم؟ ببینید، ما انسان هستیم. بله. تمایلات انسانی داریم. اگر انسان میتونه که از ملک پران شوه، اما انسان میتونه که از حیوان هستن. بله. یعنی یک گرایش ها و تمایلات حیوانی در ما وجود داره که امی تمایلات باعث میشه که در تصمیم گیری یک تصمیم نابجا بگیریم. بله. و شاید زندگی ما تحت تأثیر امو تصمیم قرار بگیره و شاید حتی خودمانه، خانواده ما هم تحت تأثیر همون تصمیم قرار بگیرن. پس وقتی که ما انسانی هستیم یا موجودی هستیم
که همزمان که میل به پیشرفت داریم، بله میل به خدایی شدن داریم، میل به ای داریم که صفات الهی در ما بروز پیدا بکنن، بله اما از او طرف دیگه امی انسان تمایلات، هوس ها، گرایش ها و خواسته های نفسانی داره. بله بله. و برای ای که ما بتانیم که قید بزنیم، بند بزنیم، باید از عقل استفاده کنیم. و باز گفتیم که عقل، نیمی از یعنی عقل مشوره است. مشورت است. پس بنابراین اهمیت مشوره، چه وقتی که ما یک انسانی باشیم که فارغ از هر دینی که داریم واضح هست، و چی نه یک انسان باشیم که در یک فضای دینی صحبت میکنیم بله. و یک دغدغه دینی داریم، باز هم اهمیت او برای ما واضح خواهد بود. یک مسئله دیگر که باز شاید مشوق باشه برای که ما مشوره کنیم است که وقتی ما فایده یک کار بدانیم، بله. در اون صورت او کار براحتی انجام میدیم. بله بله. ما بدانیم که مثلا همی دارویی که میخوریم تلخ است. چون مشورت عموما همینطور است که ممکن است که نظر ما دیگر نباشه. شاید اون چیزی که ما میخواییم بله. او نباشه. برخلاف اون چیزی بله. که ما میخواییم. اما استخراج برای ما شاید تلخ باشه. بله بله. استخراج رأی صحیحی که اتفاق میفته لزوما مطابق با میل از ما نیست. فرض کنید که یک نفر است میخواد که مشوره بکنه که من در کدام رشته تحصیلی در دانشگاه درس بخونم. بله. خب ما شرایط او را که در نظر میگیریم و استعداد او، توانایی او، شاید یک نظری بدیم که با نظر شخصی او متفاوت باشه. شاید او تمایل به او نداشته بله. باشه. یا یک وظیفه ممکن است باشه یا نه، یک ازدواجی میخواد در خانه اتفاق بیفته. یک نفر یک خواهانی داره. خب ممکن است که او بسیار تمایل داشته باشه. بله. اما وقتی که مشوره میکنه میبینه که برخلاف اون چیزی که او میخواد. پس لزوماً شیرین به معنای مطابق با خواسته نیست. اما اگر فواید امی کار بدانیم، فایده امی داروی تلخ بدانیم، بسیار تمایل ما و پذیرش ما بله. نسبت به امو رأی و نظر میتونه که بیشتر شود. در روایات بسیار بسیار زیاد فایده برای مشورت آورده شده. من بسیار خلاصه برخی از امو روایات را ذکر میکنم، اما روایتی که پرتکرارتر بودن و یا گمان میکنم که از زبان ائمه بسیار تکرار شده و همینطور شاید که قوت قلب بیشتری هم به ما میده. چون ببینید روایات وقتی وارد میشیم، اما طور که فواید مشورت میگه مضرات مشورت نکردن رو هم بیان میکنه. خب ما مضرات رو چون سختی و زیاد است کمتر بله. بیان میکنیم. همینطور که روی کرده مثبت میخواییم که امور رو دوام بدیم درباره او صحبت درسته. کنیم. یک نفر اگر میخواید که یک کار انجام بده، یک نفر است بله. و فرض کنید میخواید یک خانه بنا کنه، اما اتفاقی که برای او میفته است که یک بار است که تنها میخواید که کار انجام بده و شما مفهمید که بنا کردن خانه به تنهایی اگر نگوییم ناممکن است، کار سخت است، کار بسیار سخت است. میخواید که یک بالاخره یک سنگی، آجوری، یک خاکی، یک چیزی بله. دست از او داده شونه تا او بسازه. و بسیار از افرادی که میگن که ما به خاطر که پشت نداشتم نتانستم کار انجام کار درست نتانست پیش بله بره. بله. مشورت کردن در روایات ما اما پشت است. مشورت پشتیبان یک نفر است بله. که و با کلمه زهر یعنی پشت مشورت تبیین شده ده. یعنی یک نفر اگر که مشورت کنه مثل امو نفری است که میخواد خانه بسازه، اما برادر داره، خواهر داره، مادر داره، فامیل داره، دوست داره و میبینید که هشدار میکنن ده. و خانه ای که باید در یک سال ساخته شونه در یک ماه در دو ماه ساخته میشه با همکاری استفاده میکنن بله. پس در روایات یکی از فواید مشورت کردن است که انسان احساس قوت میکنه، احساس میکنه که میتونه که بر طبق این رأی و بله. نظر کار انجام بده. احساس میکنه که یک پشتیبان داره. بله. حالا یکی نه، میتونه چند بله، تا باشه. بله. یک پشتیبان هایی داره که با او پشتیبان ها قوت قلب میگیره بله. و جسم و روح روانش در یک آرامش و آسایش است بله. و کار خود پیش بله. میبره. چون ببینید ما هر کاری که انجام میدیم باید که برای کار دلیل کافی داشته باشیم.
بسیار اوقات است که من خود از من نمیتونم که او دلیل را بفهمم یا تبیین کنم، بله اما وقتی از دیگری کمک میگیرم دما کمک میکنه، قوت قلب من میشه. و باز اصطلاحا در فضای دینی که باشیم میگه که برای من کار از خود حجت داره، دلیل داره، و امید دلیل داشتن خود او باعث اطمینان قلبی میشه برای یک نفری که مؤمن است. بله. چون مؤمن باید که برای کار از خود خو به خاطر باورهایی که داره بله. دلیل دینی هم داشته باشه که اما یقین میشه، بله، یعنی بله، یقین کامل داشته بله، باشه، یه یقینی که باز با توجه به مسائل مختلف فرق میکنه، اما امی که ما مطمئن باشیم که وظیفه خود خود را انجام دادیم، بله، این بسیار مهم است. دیگه ای که ببینید، ما در زندگی به دنبال هدایتیم، به دنبالی که مسیر از خود خود را پیدا کنیم. درسته. ما روایت داریم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت رسول می‌فرمایند هیچ کسی نیست که با کسی مشورت کند مگر آن که به راه درست راهنمایی شود. به به، این اگر یک نفر میخواد یک راهنمایی شود، هدایت شود، خود راه از او است که بله مشوره کنه، بله، از دانش، تجربه و اما چیزی که به عنوان زیست انسانی بله برای دیگران اتفاق افتاده از او کمک بگیره. بله. این خود کمک گرفتن خودم یک مسئله تربیتی است و ما انتظار داریم که یک مسلمان و یک مؤمن این کار انجام بده. بسیار عالی خانم بیانی، خانم دکتر عزیز، که فرصت برنامه ما خلا شده، متاسفانه بعد از شما خدافیزی کنیم، هرچند که بسیار علاقه من هستیم که هر روزم بشنویم این صحبت هایی که بسیار اهمیت داره در زندگی ما. تشکر میکنیم و از حضور شما خدافیزی میکنیم. دوستای عزیز و عزیزان بیننده، شما هم بسیار زیاد تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. امیدوار هستم که ادامه این صحبت ها رو در هفته های آینده حتما همراه باشین. از حضور گرم یک یک شما عزیزان خدافیزی میکنیم و بهترین ها را برای یک یک شما عزیزان آرزو من هستم. لحظات ملکوتی از آن به وقت کابل هم نزدیک هست، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. خدا نگهدار. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله علیک یا اجمل خلق.